زیاد باد آن کس که یاد از دوستداران میکند، آن چی باران با زمینی تشنه کرد آن میکند. بیننده های ارجمند، السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان منظور شماست. راستی رجوع کردن به این بیت همیشگی بسیار خوشم میاد، از آن که برای انسان ها دانستن زندگی آن نفرانی که واقعا در کار و پیکارشان یک نقشی گذاشتند بسیار جالب است. اون نفرانی که به برنامه ما دعوت میکنیم واقعا به نامش موافق نفرانی صاحب دل هستند، نفرانی که با خود کلبوری با زندگی دارند و موی سری خود را نه در آسیاب بلکه در آسیاب زندگی سفید کردند. و در صحبت امروزی ما استاد ارجمند ما سابقه دار خدمت دولتی استاد عبدالکریم شریفی شریف، استاد شما را خوش آمدید میگم. و راستی من استاد ارجمند خود را هنوز از زمان دانشجویی هم میشناسم، چون یک نفر پدگوگی بسیار با مهارت، تشکیلاتی بسیار خوب. زمانی که در تلویزیون کار کردم استاد در مقام های زیادی فعالیت کاری خدمتی دولتی بودم و بیشتر کارشان در سمت ایدئولوژی بود. صحبت ما در آن روزهای جریان میگرد که استاد ارجمند ما جشنواره دارند، به سن مبارک 70 رسیدند و استاد ارجمند را اول من در آغاز شما را تبریک میگویم. استاد همیشگی صحت و سلامت هم خیلی گویم بردم و سالم و همیشه سربلند باشید و با حضورتون محفل های ما همیشه گرم باشد. استاد ارجمند، همین 70 سالگی را برای خودتون چه خیلی احساس میکنید استاد؟ باورم نمیاد که به همین سن سال رسیدیم و برای خودم گمان میکردم آدمی که 70 ساله یهی و اینقدر آدمی کهنه و اینقدر آدمی بسیار دیده، لیکن نامعلوم خودم هم رسیدم بدیم. برای منم خیلی باور کنیم نکنیم که این سرنوشت همین رسیدیم، شکر میکنیم که به سن 70 رسیدیم. بفرم آدم طرف کلون ساید کلون شاید اگر نسبت به خودش با نظر تنقیدی نگاه میکنه، فلان کار کرد نتونستم کن، فلانش نشد، فلانش خیلی سبب های گوناگون، شاید که سبب های سبیکتی شخصا به خود انسان با بستش هم هست همین چیز. و همین برداشت من از این چه همین است که آدم باید کوشش کند که خداوند اون چیزی که داده است همونه تا حد امکان پر را برای منفعت هم خلق و هم دولت و هم برای منفعت خودش استفاده برن. وگرنه یک از پدیده های ناشکری همین می شود که آدم از همه امکانات خودش استفاده نبرن. بله بله استاد، تشکر. استاد همین از بچگی خود چی در خاطرتون مونده است؟ از کودکی در من همون خاطره های خیلی نیک، خاطره خوب مونده است. این دوره دوره بیغش دوره که انسان یکان تشویش ندارد. من از اون دوره فقط چیزی نیک در خاطر من مانده است، چون که اونهایی که در پسر من بودن اونها همشون پرونده همشه نبیرگان و چایی با غمخوری به اندازه فرا می گرفتن. ارکه بودیم، ارکهی به معنی ارکهگی نصفربر یک تامان راکم زده نه، بلکه موفقی زمان، موفقی امکانیت اویله، موفقیت امکانیت همین چی اگر ناز کنیم اگر نازم می برداشته. یک چیز به خاطرم مانده است، هم کوچه روز عید یگانت امکه دیده تو مبارکیم در رو یک سیم برار می دهد. یک عجایب در رو یک سیم برد، یک چی شاشلی خوردن ممکن بود، بله بله سی کباب خوردن ممکن، یا که یک چیزی دیگر. و اصلا این محله توی محله رفتن که کستومو پنج شستومو پول پیدا میشه و خود خانگو نه کوچنگو، این بنیت زمانه مناسبتی کلانسو نسبت به کده. یعنی بسیار وقت ما یادوار میشیم که پیشتر کلانسولو هم محله ها کده که دیدن که اگون بیادبی کرده یا که رفتون سوده که البته تنبیه میدادن، نمیگفتن که این فرزند من یه پدر مادر چاخدش نگاه کنید، لیکن خیرخواه و پشتیبانی هم میکردن، فقط تنبیه دی نبود. برای همینم سانی وقتی اونها یک ایراد میگفتن به جانتا قبول میکردن، چون که ایراد نیکشان ماده که بود آدم آدم نسبت ما غمخور بودن کن و برای همینم ایرادشون هم همچون نشانه غمخوری قبول میکردن. یعنی یک چیزی عجایب ملی همون خلق همون از بین رفته است. این خیلی زمانه همی خیلی است، لیکن اگر این مناسبت نسل کلانسول و نسل خورد ما باینچه نمیگویم، اگر یک به نظام معین درآورده شود، این البته جمعیت از برد میکنه.
Hazır mı mı bir sonra davra ihtilafı nasıl hom yapıyor? Ki nasıl cevap nasıl kalan sol cevap ne mi fahmat kandı yok kandı ne mi tamonat acaba boşat kalan hoyga peşon mu gön ki hayın halkın muhtemelen kalan şuna. Ya ruhu yok. Zamanı onu diğer bu. Zamanı onu diğer ben mühimim bir sonra mühimim. Usul hemen eğer bir faaliyeti koruyetan tavajı kınayım ben daha ağızı barnama gıftam ki زمانی که من در شعبه اطلاعاتی کار میکردم از فعالیت هر روزی شما یک گزارش تهیه میشد چون در ولایت کار میکردید مخلومات چیلو باکم دالتی ولایت شعبه ایدئولوژی اینقدر یک گویم شعبه که اینقدر تشششان بسیار چون که با تفکر مردم کار میکنند استاد همین در کوری ایدئولوژی برای کارمند یا راهبر داشتن کدام خصلت بسیار شرطی مهم است درمون صحیح معنویات و مفکوره کار میکرده انسان پیش از همه باید که انسان فهم باشد انسان ها رو قبول کرده تواند چونکه شعبه که شما در بارن سخن کرده این شعبه نامش قسم دیگه نامش رشدی جامعه بود رشدی جامعه و رابطه های جمعیتی یعنی رابطه های جمعیتی پیش از همه پرتافتن همه گونه خصلت هایی که مثلا نسبت به شخصی دیگر یا که حرکت دیگر یا که مفکوره یک نفرد یا که بدبینی یا پرسنل گروه عموما انسان ها رو و همه همون اشتراکچیان حیات جمعی رو قبول کرده هستن پیش از همه احساسی بلند تحمل پذیری البته احساسی بلند تحمل پذیری در کار است و از تصویر دیگر موقع و اعتقاد مستحکمی مستقیم نسبت به دولت داری نسبت به من ساخت خودم نسبت به خیلی زمان استقلالیت بون چکردیم استقلالیت و وحدت و اعتقاد مستحکم آدم داشته باشه اگر اعتقاد نباشد اگر کار ایدئولوژ اومن کار کردن در کار نیه برای اینکه تو خودتون اعتقاد نداشته باشید همون اعتقاد به دیگران و پیشنهاد کردن نمیتونید و گذرانده نمیتونید مردم رو باور کنید نمیتونید که اون چیزی که شما میگید این حق است من این چیز از همه مهم بفرام در این صحه همین البته به دانش نمیشود دانش از سیاست با خبر از اقتصادیات با خبر بودن از تمام حیات جمعیتی با خبر بودن برای اینکه در هنگام ملاقات های هنگام مشورت های گوناگون مردم سوال های میدن چون که مردم میخواد فهمد که ما به کجا رفته ایستاده ایم ما چطور با اون میرسیم نقشه های ما همش معلوم نشان های زندگی و سیاست ما معلوم است لیکن چه خیلی میرویم با اون ما باید با مردم فهمان برای منم به دانش و به یک دلیابی مردم این شبه کار کردن کار وزنین است بله تشکر و خیلی انسان در همه مجروی زندگی گوییم میگویم که زندگی پسی بلندی زیاد دارد به خواهل شویر آزاد امینزاده میگن زندگی مانند دریا اوج دارد موج دارد گاه بر اوجش برورد گاه بر قرش برورد گاه چون خاص روی موجش بازی دارد میپرستن زندگی رو میگن شویر در زندگی از چه افسوس میخورید و از چه خوشنود هستید؟ ای افسوس از اون که بعضی کارها رو جرکت نتوانستیم به همه آنها رسیدن امکانات بود لیکن با بهانه گوناگون نشد مثلا مثلا رساله دکتری نوشتن ممکن بود و خالی هم از این نیاد دست نکشتم لیکن نمیخید یعنی یک از افسوس اونقدر افسوس هم نیست چون که شاید بجای دکتری من مردم شناختگیش این علاقه به جو همینه گرفت پله تراز رو زیر کنه نمیخیم ممکن باشد اخورسندی من خیلی بسید باید همش نوبر کرده میشد از قناعتمندی از زندگی قناعتمندی از آدم هایی که من با آنها در زندگی واقع کردم همکاری کردم خیلی بسیار است و شاید ساعت ها در کار میشود که درباره هر یک انسان یکی در تقدیری من یک رول نقش معین بازده است یک بر من تأثیری چی خودش رسانده است این خیلی انسان خیلی چون که آدم به آدم زندگی کردن نمیتونه و من شکر میکنم که در زندگی من آدم های نیک هم قدیم من بودن و با من بودن من این لحظه از یک گویم جنبه نزدیکتر زندگی شما سخن در موردی گویم شخصان نزدیک گفتید پیش از همه من با قریبی در یک برنامه ما اشتراک کرده در موضوع اویله من میخواستم این یک فرصتی بسیار موافق است در موردی گویم که همین در زندگی شما نقش اویلی شما همسری مهربون شما در کمالاتتان چگونه گویم برای خودتان شناختید من کارمند دولتی کارمند علمی اگر
akıb göy müstahkemle dostu boşa eğer ne meşrat. Bu tasavvuktan bana kutu istedim. Sahar saati 6 yaşının kormerim, bebo saati 11 12 hanım ebeyim. İne hama ben ham nuvadegi nigohbini oyla röz burdani rözgor tarbiye başagon in hamash bezimi ana munchi oyla mepra. Ve vakti ki man be Moskav bari chi neşin risola aspirantura yaxşı olar aftı budam. Hem yaxşı oldu domaşı. Oylam bacho bu vaqt men 4 farzand, men 4 farzandım. 4 farzandı gobin kardan ve olegi boz vaqti men zang bezim ki Platon hasmi. Kutum bir pursiz bo. Ki hayat kun musafiri bitti. Kudu bir şükür. Agar akib goh nami akib gohi man darsimoye agar oylam agar mustahkam nami bud. Şuat ki man bazı korho cura nami kardam. از زندگی به خواتر باشد که چه خیلی اچید به دست میزنی یک مخول هست که اقیقی گویم پسی هر مرد موافق یک زنی اقلی سود هست میدید همه خیلی روست تشکر بله خوب استاد من یک چون سخن در مورد اویل رفت من یک نقطه رو پرسیدی نستم چون گفتید که صاحب چهار فرزند را تربیه و تعلیم دادید صاحب خانه در کردید استاد همین در تربیه فرزند بیشتر به کدام جنبه بیشتر توجه کردید و گفتید که من همین گویم سم باید بیشتر توجه کنیم که این مثلا آینده ساز است امین سخملینس که مکارین که برین پیداگوکوی مشهور میگوین که اگر تو خواهی که فرزندت کتاب حدوشم کتابش هست کتاب برای پدر و مادر دارد حدوشم لیکسور برای پدر و مادر میگوید که با او باش با فرزندت باش یعنی دون فرزند فقط حکم پدر و مادر نرانند بلکه خود را در جای هم فرزند مانده بینند یک کودک خود را به خاطر بیارند که در کودک ما چه ما ولی بعضا میگن که بچه های حاضر ما ناراضی هستیم شوخ میگیم به ترتیب میگیم چون لیکن اون شوخی هایی که ما میکردیم اینها چخصی چارکش نمیکن باور کنید من شبانه محله به داد داد گفته از این حوله به این حوله گذشته یک بازی داشتیم همین که دادگویان خبر میدونن که ما رفته استادم یعنی نماینده وای دسته این دسته جاهای محکم کن همین که یگان از حوله ها گذشته میرفت یگان حوله چون که دیوار نبود کشلا بالی وای وقتا یگان تا کلانسان هو لعنتی ها چیمشین تو نگفت است گم نمیزن خب بچه دیه بازی کرد دست تموم برای منم بچه را فهمیدن این یک شرط های اساسی و چون که بسیار وقت بچه یک سی میخواهد میکرد صحبت کند که در مورد تو ولی بعضی نبیرهای من سوال های میتم من از سوال های حیران میشم اگر با آنها همراه باشید که بسیار چیز کشف میکنید و موافقه همین کشفیت خود باید باید مناسبت میکنید بله تشکر استاد خب استاد امروز ارزش ها تغییر خورده ساده است متاسفانه خب معلوم است که در شرایط جهان شوی فرهنگ های بیگانه هجوم میکند و با ارزش ها امروز مشاهده میکنیم که آدمان از معنی ها دیده بیشتر به مادی ها توجه دارن و امروز ما اکنون کدام با اندیشه شما کدام کار رو در شرط اول گذاریم که اقلا ما تمام این موج رو ما گرفته نمیتوانیم اما به هر صورت توانیم که یک مردم در فاصله کوتاه‌ترین توانند در شناخت انیمه هر چه و زود گوییم به اصل خودشان که چون مولانا میگوید هر کسی که دور مون از اصل خیش باز جوید روزگاری و اصل خیش نشود که در فرصتی برگشتن به اصل خودمون گوییم ما مشکلی داشته باشیم بسیار سوال مرکب به فکرم هر یک آدمی کلانسول هر یک متخصص در این باره فکر میکنند که چی باید کرد و این سوال به جواب یخشل داده نمیشود چون که ما بسیار عامل های به حساب گرفت نمانده کارد این تاثیر این تلویزیون اینترنت و هکذا و هکذا اون بعضی چیزهایی که هست که نوگانه است و واقعا هم برای زندگان انسان ده کار پیشرفت جامعه و اسپورت میکنه در رقم میکنه لیکن از وقت خیلی استفاده بردن همین چیز هست بپرم پیش از همه ما وقتی که در مکتب کار میکنیم باید سطحی کارهای تعلیم و تربیه بلند خصوصا کار تربیه بلند برداشتن در کار البته بعد در مکتب های اولی هم کار تربیه بلند شد حاضر مقام راهبر سینی و مقام کوراتور گروه اما با افسوس این در تحکیم میکنم که خیلی پس رفته است چونکه راهبر سینی هم چی هم خیلی
پیشوی ملت دوی ما تاکید میکنن که ما دوی ما نسبت آموزگاران و استادان غمخوری میکنیم و باید نسبت اون چون مقدار داشت بودیم تکمیل لیکن خیلی شرایط زندگی میفهمیم امینا. و بسیار وقت امین راه برسیم به که کوراتور وقتی که با دانش یا که با خواننده کار میکنه و خودش به خودش تنها مونده است داد یک چاره بینی های مقصدناک سلسله‌ای باید باشد. ما بسیار وقت کار تربیت رو از اشتراک در چاره بینی میفهمیم لیکن خود بچه با تیار کردن چاره بینی تیار نمیکنیم بچه خودش هم کار نمیکند و حرکت کنیم که همین با زندگی با تمام مشکل هایش بچه خوب شناس کنیم و چقدر که من شعر آزادم زاده گفتی باید که همون موج پرتوکان پرستان در کار باید و به کمک رسانیم که از چیزی بودگی خلاصه برآورده تماند خلاصه ساخته نیه بلکه واقعیت شناسد برای تمام چیاب ما بیهوده با تشبسی پیشوی ملت قانون جمهوری ترسان در باری مسئول پدر مادر در تعلیم تربیت فرزند قبول نکرده ایم. این بسیار در اونجا همه ساحه ها سمت ها همه ساحه هایی که باید به این کار مشغول شدن باید نشان داده شده است. اگر همه همین کارها رو میکرد شاید که امروز بچگانی ما اونهایی که راه گم کردن با اون راه نمیرفت لیکن در مجموع من از جوانان امروزی از مکتبیان امروزی قناعتمند هستم باور کنید امید بعد چیزهایی که ما باید تصور کردیم و میدونن باور کنید خیلی بعد یک چی اون چیزی که ما قبول کردیم آنها به حد امروز آزاد هستن این اندیشه ای که پیشتر ما داشتیم کلانسو پیش به گپ بلند نگوییم یا ندویم یا که جایش نکنیم این خوب نیست امروز این خوب این تمام همین هست باید که همون کار کنند میشه و اندیشه ندارن که پیش منگی آدم من عیب میکنه یا نه همین آدم ها چی میگویند ما این خوب نیست این نقص یعنی این نقص است برای جوانان امروزه که به معنای اون که اونها به خودشون تعلق دارن یعنی اونها خودشون از تمام حقوقشون از تمام امکاناتشون پوره استفاده میبرن لیکن اگر یک حد میدونستن حد میدونستن همین حس میکردن و این از اون خودم که لیکن همین در جامعه در بین آدم حس میکردن که لیکن یک حد حدودش هست اصلا داشتن در کار میگه حد کی معین کرد در شک اونها این اکنون انانه های همین چی تربیه به ما به خاطر آوردن در کار البته در کار انانه تربیه بود گفتم که مناسبت کلان سالان در کویدی که ما چخی بود یعنی دیرست من پیچتاب زمان با آیلم هم گفت که محله وقتی که شهرم در چی بودن پسرهای من به نظران میکرده که محله بود پسرهای یک دختر میخیل محله یک گنجرهای های تو کجور رفت هستی های من دادون میگویدم بعد میگویم من میخیل چکلی چی میکرده برای اینم همه یک جا کار کرد ما در کار پیش اصلا هدف های معین کنیم خیلی هدف تایین یک انسان کامل تربیه کردن لیکن راه های همین انسان تربیه میکردن این راه های خیلی بسیار ما اینو دونستان در کار کردن در مسئله بله 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 من به یک نکته بسیار ویتون من سخت معقول شد در مورد اینکه واقعا ما همین قدر سو کار کرده همین مسئله به روح سیستم ایمان میگم من از چیزی که ثبت رفت شده است اگر انسان کار کنه دو کاری خودش رو دوست نداره دو به کاری خودش اعتقاد نداشته باشد مخصوصا در ساحه ایدئولوژی یعنی آینده این کارش رو دیده نتواند پس بهتر است که این کار رو نکنه بهترین بسیار خوب بود استاد تشکر استاد شما نفری که خانه خدا رو زیارت کردید و بعدی اون خود رو چگونه احساس کردید که واقعا عادتا گوییم یک مرحله بسیار گوییم عجیب است که بیشتر با گوییم عالمی روحانی هر یک کس ارتباط دارد که مثلا بغیر از اون که مثلا در سین سالتان شما حسابات میدید این گوییم با یک عالمی روحانی انسان باز یک طلبات های دیگر دارد که مثلا خود را چگونه احساس کردید این سال به من چند رفیق خانم هم داده بودند که آدم حج به رفته آمدن بعد چه خیلی میشود چگونه تاثیرات و چی میکنند من چند نفر هم جا بودن هم جا بودن تکرار میکنم آدم به حج بسیار میگن که رفته من گناه شش آمد پاک زشت آمد میگن به حج برای گناه شستن نمیرود آدم به حج چه خودتون کتی در نزد خداوند حساب دادن میرود و برای منم وای اونجا رفته یعنی زندگیش به چخیل باشد همون با اعتقادش رفته حساب میده اونجا رفته من اسلام میشم یا دیگه که میکنم من اینجا رو این کار میکنم نه وای اگر همون اون چیزی که در نامه اعمال ما نوشته شده است وای خودش علاقه تعیین رفتیم
کاشتمی به هم نه ادامه میدیم. خود امید میکنیم که خداوند به قبول شده باشد همین چیز. رحمت. استاد عزیز، همین شما نفری صاحب دل هستید، شما نفری صاحب قلم هستید. در تربیه هزارها هزار نفر شاگرد حصه گذار هستید. امروز هم گویم در برابری گویم کارهای گویم حزبی فعال حزبی بودن، همچنین در کاری گویم تعلیمی قرار دارید. در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی خوجند غفور درس میدهید و همیشه که انسان ها با گذشت سال ها گویم یک تجربه بوی زندگی می اندازن و بسیار خوب بودید که در زندگی خیلی آدمانی کسب و کاری گوناگون که وا خوردم، بهره گرفتم، آموختم. در شما اندیشه نوشتن میموار پیدا شد؟ خیلی کنه آدم گاه که میخواد که یک خاطر باشه بخلن رخ بعض سیف ها هست نوشته ما همروی همکرسان ما یک کتاب براوردیم به مناسبه 40 سالگی ختم ما دانشگاه دولتی تاجیکستان تمام کرده بودیم. کتاب نامش بقای زندگی. من امروز میبینم تو پرانشگاه خیلی شما باید گروز نشان میتوه کتابه چی کردی؟ همه هم کورسون ما 54 نفر تمام کردون، یک 10-11 نفر وفات کردن. خیلی در باره هم کمتر مواد دادیم و بعد با خمانده زنده ها همش در باره راه حیاتیش نوشید. از جمله من اونجا یک 20 هم کورسم به دیگه خاطره های نوشتگی دیدم که با همه هم کورس ما این کار شدگی بود. مثلا با سر تراشون نیر باید وادی بخش به وقتی داماد شده میخواه بودست وای یا دیگه جا همه کسی مثال آوردگی خیلی حالی گفتی چکی نصیب باشد بعضی کارهای حاضر پیش به سادگی چکنی می نویستیم مادی نیکی این سیاد هست. چونکه همین طبیعتا انسان ها همیشگی با روانت های جامعه مثلا برخورد میکنه، همیشه که در ذهنشان همون تاثیر میموند و همیشه که در انسان اندیشه میموند که همین چیزی که نوشته میشود. من چند نفر نفران صاحب دل که همسایه باشه همین گناه اندیشه هست. شکر اصول اصلا در انسان ها بیشتر شما کدام خصلت رو بیشتر میپذیرید؟ خوشبینی. هرگز آدمی که باید نمیشنسته نمیدون یا دانیدم از وای گمان باید بردن در کنه. دائما باید که گمان ما از انسان ها نیک باشد. نیک باشد. فقط انمین نیک بینانه مناسبت کردن چی کردن این آدم به گروه همه موفقیت خود در جامعه موقع پیدا میکنم گوی دیگر انسان. ولی بعضا شاگردی من میگن که شما یکان کسی که کنفلیک ده نمیرید. من میرم هم برای کار برای چی و آدم هست لیکن آواز بلند نکردم، آدم تحقیر نکردم، لیکن اجرای هم وظیفه خیلی چی خیلی وظیفه اجرا کنه من چی خیلی باید تحقیر کنم یا باید چی کنم. برای اینکه من همون انسان ها همه شبه وقتی که باید جامعه انتخاب کرده وظیفه گذاشته است پس آدمو میشنم میدانم باید همین مناسبت خوشبینانه به هم دیگر به هم دیگر که یکان چیز در پس پرده هیچ چیز نباید باشه. دانه که پس پرده خیلی خوب است. بله تشکر استاد. به قول مولانا نظر رو نقص کن تو نقص بینی، گذر از پوست کن تو مغز بینی. استاد ارجمن تشکر برای گویم اشتراک و شرح این موضوع راستی. در برنامه یک گویم عادت داریم برای آن نفرانی که واقعا صاحب دل هستند در برنامه ما اومده واقعا برنامه ما رو رنگ و مضمون تازه میبخشند، یک خواهش میکنیم که سه مصلحتی شما برای آن بیننده هایی که بین آنها جوانان هستند، بیننده های جوان ما جوانان امروزی مصلحتی مفید شما کدام خواهد؟ یکم مصلحت دست در نبض جامعه داشتن، شناخت جامعه و با جمله ناسازی هاش می با جمله چاش این جامعه همین وطن دوست داشتن. یکم یعنی من برای چی نبض در من دست در نبض جامعه داشتم میگم برای که باید فهمد جوان امروز فهمد که این دولت چگونه دولت. شاید یک اویله علایده گیریم یک شخص علایده گیریم کمبودی های زیاد دارد و آدم محتاج دارد، نباید که محتاج کمبودی یک کس این باعث نارضایتی از جمعیت و از دولت و از خلق باشد. یعنی همین نسبت خلق و خود اعتقاد داشتن یکم. دوم از خود کردن دانش ها. من اگر بعد شاگردان من دیده استاده باشد میگوید که معلم گپشان اتلیو دارم گفتم میگم این گپه. من بچه ها میگم که برای خال نخونید، برای خال نخونید، چونکه ستودنت ها افسوس که اکثرش همون بعد از امتحان گذاشت می همون فن تمام فراموش میکنه.
باید که دانشی که در مکتب اولیگ یا در مکتب گرفتی و باید که در همون باغچ تو چی میگن کنم باغچ بغیر زنانی هم باید باغچ تو باید دائم محفوظ باشد. من دائم میگم برای چی؟ من مثلا سنف 6 7 ها سال 62 63 خانه فیزیک میدانم محدودش میدم از خود فیزیک همون چی همروز فکلت فیزیک خوندم پرسم بعدش نمیدونم همین چیز یعنی و امتحان سپردگی لیکن انما امتحان فقط برای داخل شدن و تار کردگی برای دانش جمع کردن نه یعنی دومش دانش جمع کنن دانش فقط آموخته یک لحظه اینه یک لحظه کار نفهمن دانش اندیز را دانش باید جمع کنن این دومش سومش احترام همدیگر یاد گیرن دختران سروار مردوار دختران دختروار مناسبت کردن یاد گیرن امروز احترام دختر در بین پسران خودشناسی دختر دختران در بین پسران خیلی پس رفته است وقتی که دختر در رفتار و کردارش پسروار رفتار کرده میشه این نادرست است یا که وقتی که پسرها همچون مرد دختر را در پناه خود گرفتن نمیتوانند این هم نادرست است بله استاد عزیز واقعا تشکر این بسیار سه مصلحتی که مفید از جانب استاد ارجمند ما عبدالکریم شریف بود اینجا صدا داد واقعا برای هر یک نفری که این صاحب ذوق یک شایسته اندیشه کردن است برای خودشان یک لحظه تفکر کنند که چون در آغاز برنامه گفتیم نفرانی صاحب دل نفرانی با تجربه که تجربه زندگی دیدند آنها موی سفید را در آسیاب زندگی سفید کردند که پستی و بلندی های زیاد را دیدند تلخ و شیرینی و هپسی همه آن برای خودشان تجربه گرفتند استاد برای اشتراکتان شما تشکر میگویم و در آغاز من گفتم که راستی ما در روزهای قرار داریم که استاد ارجمند ما عبدالکریم شریف جشن 70 سالگی خود را تجلیل دارند با در احاطه دوستان پیوندان محبان مخلصان آنهایی که واقعا از استاد از سخنهای استاد از تربیه استاد بهره گرفتند در به این گویم سنه نیکی خاطرمان عمری استاد همه ما شاهد شریک هستیم و این یک ارمغان نامی سپاس ما استاد از شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم سپاس نامه به استاد عبدالکریم شریف و برای خدمت های شایسته در رشد معنویات جامعه معرفی و تربیه ارزش های بلند اخلاقی و انسانی اشتراک فعالانه در برنامه های تلویزیونی به استقبال تجلیل 70 سالگی زادروزشان با سپاس نامه تلویزیون اسم یک سر فراز کرده می شود ما همیشه افتخار داریم که با چنین نفری صاحب دل نیکوکار خاکسار و صمیمی همکاری داریم آرزومندیم که سالهای زیاد در آبادی این وطن عزیزمان تاجیکستان یک جای سهمگذار باشیم دایرکتور جنرال سیمای مستقل یکم عزیز اکرم خواجه اسماعیل خواجه تشکر زیاد تقدیم نمودم رحمت رحمت رحمت, 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 رحمت یک سلامت گوزین سلامت باشید و راستی در انجام اگر یکم گفتنی یکم اگر سخن داشته باشید مرحمت من تشکر میگم و برنامه های شما رو دوست میدارم از جد اگر من آگاه باشم البته میبینم خیلی حاضر واسطه های چی اخبارات خیلی بسیار شدگی لیکن برنامه های شما که هر یک تش هر یک در جامعه امروزی مقام خودش دارد برای اینم من به شما آمد میخواهم دائما موفقیت یارتون باشد و کارگران دائما صحت سلامت باشد رحمت سلامت باشید اینان های ارجمند در همینجا فرصتی برنامه ما برنامه در صحبت صاحب دلان با یک نفری صاحب دل استاد ارجمند ما عبدالحکیم شریف با پایان میرسد خیر خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید